دیشب تا صبح نخوابیدم، یه چیزی تو سرم مثل توپ میکوبه. دوات هم میخوری؟ مرتب، ولی انگار نه انگار. دو سه روز خیلی ضعف دارم. باید غذاهای مقوی بخوری الفت جان، اعصابت هم خورد نکنی. چی بگم؟ ولی آی دکتر، این درد راست راستی کلافم کرده. همش یه صداهای عجیب و غریبی تو کلم میپیچه. زیاد سرفم خودم هم نمیفهمم چه. یکی دو تا شربت و قرص دیگه تست بزنیم ببینیم چی میشه. دوای بیمه ای همین هست دیگه، چی کار میشه کرد؟ راستی چی کار میشه کرد؟ چیکار میکنی تو؟ تعمیرگاه سیار باز کرده. بیا درستش کن. دفعه دارم با کنم تو قابل ندارم. بازم اشکالی پیدا کرد بیارش. بسه دیگه الفت جان، اونو بذار برای دسرت. باشه بریم نهار دلزفه گرفتیم.
باشه. اومدم. آقای بهادری بی زحمت مواظب اتاق من باش، ممکنه دیر برگرد. خیالتون راحت باشه. نهار در خدمت باشیم آقای باقری. شرمندم، دوستان منتظرم. یاد ما فقیر فقرا باشیم. اختیار دارید، با اجازه. خدا یه جا شانس بده. بریم. دست نگه دارین، دست نگه دارین. چشماتون رو ببندین، فکر کنین جای آقای باقری الان توی رستوران بالای شهر میونه چند تا فرنگی نشستی. باز رفت رو صحنه. یه استیک آب دارم جلوت. خب تو حسه کار ادارم بیخیالش. بهادری هواتون رو داره. نه که خودت کم جیم میشی. حداقل من این معرفت رو دارم که با دو تا بلیت نمایشم از خجالت دوستان در بیام. ولی از این روزا بدجوری میپادش. من و تو از رئیس بترسیم یه چیزی، ولی اون تا تقی به توقی بخوره میره تو همون شرکت خارجی و تموم وقت کار میکنه. راستی شنیدم بچه هاشم فرستاده خارج. چرا که نه، میگن حقوقشو به دلار میگیره. خوش به حالش، هرچی دلار بره بالا اون حقوق زیاد میشه، ما خرجمون. یه هو صبح اخاپو میشی میبینی دست رو هر چیزی میذاری قیمتش سر زده به فلک. تو اینو میگی؟ هفته پیش رفتم شهرک سر ساختمون، میبینم هنوز شیشه رو ننداختن. میپرسم چرا؟ میگن پیمانکار شیشه دبه کرده که دلار کشیده بالا، به قیمت قرارداد نمیسرد. تو چه پارتی بازی کردی و صاحبونه شدی؟ منو بود که دارم بازنشسته میشم و یه متر زمینم واسه مردن ندارم. خبر نداری لیست فاز جدید رو کی اعلام میکنن؟ گویا تا یه ماه دیگه عراضی شهری جواب میده. این دفعه هم چشم آب نمیخوره. نه دیگه، ایشالله این دفعه اسم همه تون در میاد. بزرگونم این بهار میاد. شما مخواست حساب خودتون رو نشون بدین؟ بالاخره ما تصمیم میکنیم. آی حسینی، الو، پرونده شرکت نونکار بده ببینم. چشم. اگر طبق پرونده حق با شما باشه، تمام مبلغ رو من نقدا پرداخت میکنم. به جنبید، روغن داره تمام میشه. بالاخره به اون دوست تو تعاونی مسکن زنگ زدی. به جون خودت همین دیروز با شرف زدم. حالا اونم یه قولی داد، ببینیم چیکار میکنم. راستش تو که غریبه نیستی، بد جوری حیرون میدم. هر دلی میزنم جور در نمیاد. از یه طرف خرج کمر شکن، از اون طرف اون ساختمونای بدبی. میدونم، من خودم هم دستم تو خرج دیگه. منتها تو هم باید برای بعد از اون رو به فکر کار دوم باشی. رفتم دنبالش، کار مناسب پیدا نکردم. ای بابا، کار کاری دیگه. خدا شاهد دلم میخواد کار کنم، ولی آخه هر کاری ازم بر نمیاد. اونم با این درد. شما کجایی؟ روغن تمام شد. روغن تمام شد. هر کی باطی میخواد وایسه. روغن فردا دوباره میاد میگه. دوباره فقط باطی بزرگ کوچیک بوده برام. ما روغن واسم فقط باطی داریم. باشه روغن تمام. من باطی میخوام آقا. باطی آقا فقط باطی. تو باطی میخوای چیکار هفته پیش کردی؟ تو بچه‌ها مصرف میکنن. بلا باشه به ما برسه تمام بشه برام. باطی قربونت بریم. دست درد نکنه. درد داشتن بریم. خدا حافظ.
دلار مارک بکنم. مارکو دلار پون. مارکو دلار پون. مارکو دلار. دلار مارک بکنم. سلام علیکم و تحقیقا سلام علیکم. این قبض چی هست؟ یه اتوی سیاه. اونه نه؟ آه بله بله خودش. یه قطعه کم داشت امروز گیر آوردم، نیم ساعت دیگه هم کار داره. میخوای یه دور بزنیم؟ نمیخوای نه فردا بیه. پس لطفاً این هم یه نگاهی بود. چشه؟ کار نمی کنه. دیگه سالمه؟ سالمه؟ عجیبه. فکر کردم کار نمی کنه. یعنی این کار نمی کرد. خیلی خوب، پس من یه چرخی می زنم نیم ساعت دیگه برمی باش. Thank you.
تومن گربم. سلام کریم آقا. ماشالله ستاره سوهل شدین. همچه آسه میره آسه میری که هیچکی نمیبینه تتون. بابا گرفتارم بلا. این حرفا چیه؟ همه گرفتارن. هی به زری خانوم میگم به آقاتون بگو یه تو کپا بیاد بالا. مرد و مردمه حرفامونو بزنیم. خودشو میزنه به اون. چشم. حتما خدمتتون میرسم. الان سرم خیلی درد میکنه. بدونم. نه نه خودم. بینی ما تعریف کن. دکتر رفتی؟ آره. چی گفت؟ هیچی دواها ما عوض کرد. چی خبری؟ چی اینا رو گرفتی؟ چیزی نیست. بده بچه ها بخورن. تو رو گرفتی؟ نه حاضر نبود. اصلا چیه دوستکی؟ این ریشتراش رو فکر کردم خرابه. بابا چی خریدی؟ از مادرتون بگیریم. احمد بیا. راستی صمد آقا گفت با کوپن 131 قند و شکر میدن. زود برو بگیر تا تموم نشده. صد دلاریه. پنجاه هزار تو. بابا گشت پیدا کردی نمه پفک خریدی؟ نه بابا چیزی پیدا نکردم. برو مشقاتو بنویس. زری یه لیوان آب بده من. زری چی کار داری میکنی؟ چادرامو دارم برمیدارم. چی مگه؟ چی؟ سرم داری میترکه. یکم دراز بکش تمام بیا. سر صدا نکنیم بچه ها. بالاخره دکتره نگفتین سردردت مال چیه؟ نه فقط دواها رو روم آزمایش میکنه. زرده ببینم ایت چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چشات خسته شده. دیگه نمیخواد انقدر کار کنی. لازم نیست. نه اصلا لازم نیست. آه حرفا میزنی تو. Da.
بله. بابا خدا حافظ. احمد بی ببینم. بیا احمد جان، امید کو. بطمان چی؟ بیا بابا، این هم مال تو. بابا حقوق گرفتی؟ بریم پر کارتون بجرسا. آقای باقری، شما دارین تشریف میبرین؟ میامدم اتاق شما. خیلی خوب، ببخشید من یه سوالی داشتم. بفرمایید. میخواستم ببینم شما چطوری برای بچه ها عرض میفرستید؟ چطور میگی؟ هیچی، میخواستم ببینم کارنامه ارزی دارن؟ کارنامه ارزی؟ بله داشتن، ولی چون رفتم سر کار دیگه احتیاجی نبود. یعنی پس دیگه ارز نمیخوان؟ دلار. نه، نه خیر. چرا سوال میکنی؟ هیچی، یکی از فامیلامون یه مشکلی داشت، من وارد نبودم، گفتم از شما بپرسم. بله، متاسفانه من زیاد وارد نیستم. معذرت میخوام. باشه، باشه، شب یه نگاهش میکنم ببینیم چی کارش میکنه. بادری، تجربم چرا کمپانی سونیت رو تاره نرزیده؟ امضاش کن برم. چرا وسایل سونیت؟ آی بادری، تو که هستی داوری جان، اگه کار فوری پیش اومد خیر باشه. کجا؟ یه کاری دارم الان برمیگردم. زود برگردم، حواسم هست. با اجازه. قربان شما. دروغ نگم با هم قرار داشتم. شاید هم میخواد دست الفت رو تو اون شرکت خارجیه بند کنی. Thank you.
شما همینجا بمونید. برق نیست. کجاست؟ سرش درد میکرد خوابیده. میخواییم بیدارش کنم. سلام بچه‌ها. لاغر شدیده ای؟ از بس زنده کوکبسلطار میگه ردی ردی پادوشه که نیست. برین تلویزیون تماشا کنی. دایی باش. با کدوم بر؟ بچه ها ساکت بفرمایین. تازه دمه خودت تو زحمت ننداز آبجی. اختیار داریم. چرا مثل غریبه ها حرف میزنی؟ والا اینو دیگه باید از آقا مرسا پرسید. بعد میگم آبجی من میدونم به شما سخت میگذره ولی بالاخره امسال نشد سال دیگه نشد یه سال بعدش بالاخره بهتون خونه میدم ولی من با یه زن و سه تا دختر دارم بخت چی کار بکنم چی کار کنم اگه شما هم یه روز فقط یه روز با این کریم آقا و خروسش زندگی میکردی میفهمیدی ما چی میکشیم. تازه این فکر رو از اول خود آقا جون تو سر مرتضی انداخت. آقا جون یه بره قضیه رو میبینه من هزار بره شد خیال میکنه با پول یه خونه کلنگی هم خودش دو مرتبه صاحب خونه میشه هم من هم تو. مگه نمیگه پولش رو سه قسمت میکنه؟ خب شما میتونین با پولش خونه رهن بکنید. تو هم که حرف شوهرت رو میزنی. درسته که من تو اون خونه زندگی میکنم ولی حرفم چیز دیگه است. دو روز دیگه دومادار میشم نمیتونم برم خونه دیگرون کرایه نشینی بکنم. خلاصه من به خاطر خودش میگم دلم نمیخواد از روی نادونی کاری بکنه که همون تو حشر نیفته. بچه ها کلاهی منو بده میخوام برم. احوال آقا کریم؟ والا دیگه ماده شما حالی برای ما بزن. درست میشه شما باید راحت شده بکنی. دیگه من نمیدونم چی کارش کن. خب آقی روز جمعه یادت نره. این الفت دیگه اون الفت دیروز نیست. پول شما رو بخوریم. دوست باشیم مدرسه‌تون دیر شد. وایسا ببینم مرد حسابی. من میخوام بفهمم اصلا حرف حساب سرکار چیه؟ کرایه‌تون عقب افتاده اضافه‌ش هم از سه ماه پیش حساب میشه. بسیار خوب. چقدر باید بدم؟ هر چی میگم بیا بشین حساب کنیم. خرج گرون شده. کرایه این خونم به نرخ روز گفتم چقدر باید بدم؟ یک کلوم 17500. یعنی چه؟ هرچی اون میگه تو هم میگی باشه. آخه از کجا؟ خانم چرا نمیذارین قضیه مرد و مردونه حل بشه؟ مرتضی با تو هم اگه محل نداشته باشه حالا میبینید که داره. ببینیم و تعریف کنی. بهتر شده. همش مال هوای کثیفه.
سلام صبح بخیر میگفت بهتر افراد محسن امروز از خونه بیرون نیان. این رادیوم که صداش از جایی گرم در میاد. درد کارمند جماعت از بیپولیه نه هوا. من یه جور، تو یه جور، اون یه جور. که بهتر شد داوری مرخصی این مرخص به محصی بیم تو اینجاست چیته؟ چیزی نیست من کار دارم بکنم آی بادری باقری جان نگفته خونده شرمنده هم باشه باشه نه پونده باشه 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 نه اگر گیرم اومد باید حتما زنگ میزنم به بچه ها گفتم آره آره باشه خداحافظ کنی نه دیگه نه بله شما دلار میخواید چند تا دارید دویستا دونه؟ چرا این بچه تو خیابون ندادی؟ آخه بیشتره یعنی چقدر؟ حدود 50,000 تا بفهمی چیم؟ همه خواه چایی بر بلا آقا بدیم ببینم پیش هم نیست یعنی اصلا مال من نیست مال یکی از دوستامه یه چند لحظه صبر کنیم الو آقا مسعود یه آقای 50 تا دلار آورده آره آقای خودش اونچولیه آره آره من فکر میکنم اون سبز کرخته باشه آره اونجایی؟ من اومدم یه چند لحظه اونجا باش اومدم حالا قربونت خداحافظ خداحافظ همه خواهم از آقا پذیرایی کن تا من برگرد فرار نیست مواظب باش به به احوال آبرزای گل چرا حال کردیم یعنی اینقدر ما بیزاری؟ نه دیشب آدم خونه تو خواب بودی میخواستم چند کلام با هم دیگه حرف بزنی مثل دوتا دوست مثل دوتا برادر یکم حال ندار بودم میدونم زدی بهم گفت بیا بریم تو نه اینجا نمیشه بیا با تر کار دارم بیا بریم
ببین منم یه مواجب بگیر حسب این تو ما نباید روبروی هم واسیم. مگه چی شده؟ نمایش نده، یعنی من تو رو نشنستم. ما باید مسئلمون رو بین خودمون حل بکنیم، قبول نداری؟ چرا؟ راستش خودم هم فکر کردم بیام با شما حرف بزنم. سرکار استوار چیه؟ ماشین آماده، اجازه میدید بریم؟ اومدم. باشه بریم، الان که فرصت نیست، فردی که اومده کنه آقا جون مفصل با هم صحبت میکنیم. باشه؟ باشه بریم. بابا بیاین پایین میافتیم دست براتون میشکنه. بله کجایی؟ دیگه از کل افتاد؟ اومدم بابا اومدم. بیرون از خونه ما نسق مردم رو میگیریم، توی خونه وزیر جنگ نفس ما رو میگیریم. مرد نیدم اینقدر از زنش حساب ببره. همینطور سرجایی نریز، نیت کن. شما هم پاشیم بریم. کن مرستی نمیدن خدا کنه یکی پیدا بشه بیا صدا دونه یه جا ببره که من از دست شما خلاص بشم، بعد با خیال راحت یه فکری واسه اون ننتون بکنم. به همین خیال باشیم. من میدونم که بالاخره این ستا بی خریش من میمونن. زنم زنهای قدیمی، خدا بیامرزه اختر و سادات. یه تنه 40 سال این آشو میکنه. خدا رحمت شون کن. نور بباره به قبرش. تنباکوی اینو عوض کن. بله. بره رشته ها رو بیا. دیگه وقتشه. هم نپخته. خب بگو مامان بیاد. قرصه تو خوردی؟ آره. من آمادم. برای چی؟ گفتی میخوای یه چیزایی بهم بگی خصوصی. نه نمیدونی، یعنی یه چیز مهمی نبود. ولی من باید کار دارم. بری کو آتیشه. لورا باز عیب کرده. من آقا مرتضا میریم راستاری سش بکنیم. حرفامون هم بزنیم. بریم آقا مرتضا. Thank you.
چرا مصرف هر گوشش رو درست کنی باز یه بار دیگهش عیب بکنه واسه اون میرسه توی خونه خرابه موندگار نمیشدی اما ناشکرم نیستیم همین که این صف بالا سرمونه خیلیه آدم تمکار آقا مرتضا کلاش پس معرکه است کسی که حرص دنیا گرفتهش به غریبه و خودی رحم نمی کنه بله راست میگی من کی اهل این حرفا بودم یه ها پیش اومد خودم هم موندم سر دوراهی نمیدونم یعنی فکر این بچه هم که دیگه همچی شانسی براشون پا نمیده کوکب شیر فلکه رو ببند نه سبا تو فکر کردی با سلس پوله این خونه فکستنه میتونه قصد بخری مرد حسابی برو تو شهر یه دور بزن ببین قیمت ها کجا رسیده آقا رضی تو راجع به چی حرف میزنی؟ تو هم نمایش میدی یا هر وقت میگم این مسئله خونه رو حل کنیم خودتو میزنی به اون راه من کورشم اگه چشمم به این خونه باشه یعنی میدونی آقا رضی آقا جون خودش گفت میخوام تا زندم این خونه رو بفروشم پولشو بده بچه هم تقسیم کنم ما هم گفتیم خب چه بهتر ما هم صاحب خونه میشیم از اجاره نشینی خلاص میشیم والا اگه شما راضی نباشی من بیجا بکنم از حرفی بزنم بله نسبت این حرفا چه آقا مرتضا فقط باید اینو با آقا جون بگی که از صرافت فروش خونه بیفته باشه چشم میگم آقا رضی اگه شما همراهی کنی اصلا میتونیم این خونه رو بکوبیم رو هم انوز طبقه بشه چرا کنه دنیا رو چه دیگه آقا رضا راز بگی والا یعنی یه مطلبی هست که فکر میکنم گرش به دست شما وابشه مردکه خروس باز میخواب واسه پس مرگش؟ چه میدونم والا همینو بگو تو هم هیچی نگفتی؟ نگفتم مگه مرتضی گذاشت من حرف بزنم تون نوشته دستش تاریخش مالکیه فردا من بودم به دلش میذاشتم بره بانک ببینه محل نداره وای چه قشقرقی به پا بکنه نذار ببره پا تو چی کاره؟ به حمدالله سالنامه امضا شد فکر کردیم فعلا شما از فروش خونه منصرف بشی بله تا بعدن انشاءالله بتونیم همینجا رو بکنیم و چند طبقه بسازیم خدا کنه رضی این دیگه بذار این صفر شد صفر شد رضی شد شد رضی خب بریم بذاریم زمین بریم حالا به سلامتی که شروع میکنیم حالا یه چیزی میگه اگه خدا بخواد درست میشه بگو یا علی یا علی مرتضی میتونه وام بگیره بله منم دعا کنی یه باند قاچاق ارز درست حسابی به طورم بخوره با پول حق کشفش خیلی کارا میشه کرد
مرتضی چرا اینجا نشستی؟ من که خوابم نمیبره. میخوای قرصاتو بیارم؟ من کوتاه نمیام، درستش میکنم. آره درستش میکنم. خب معلومه درستش میکنی. آره باشو باشو بریم بخواب. باشو بریم بخواب. آقا خروسه قشنگم، جنگی شو خوشنگم، چرا یه گوشه نشستی؟ خودتو به لونه بستی؟ سلام کریم آقا. سلام. صبحی دیدم سینه‌اش خس‌خس میکنه، یکم نخود خیس کرده بهش دادم. میگم کاش بازم بهش بدم. بس شما درد نکنه. سر را که میرین بانک اگه بدونه دیدین یکم بگیرین براش خوبه. چشم. میگم کریم آقا چیه؟ لابد میخواییم بگین نرم بانک. میدونستم خانم، از اولشم میدونستم که محل نداره، منتها میخوام برگش بخوره بذارم اجرا. کی گفته محل نداره؟ فقط مرتضی فکر میکنه اون روز دستپاچه بوده، شاید چکو امضا نکرده. نفهمیدم، حالا به منم کلک میزنه؟ نه خیر، بهشون بگی نگران نباشن. ببینم. ببینی؟ تو پولتو میخوای، مگه حرف دیگه هم داری؟ توف خلاص. چی شده؟ قربان تو خیابون پیلی پیلی میرم، نزدیک بود بره زیر ماشین، مشروب شدیم آوردمش اینجا، آشنایی داد خدمت شما زنگ زد. خیلی خوب برو. آقا مرتضا، آقا مرتضا تو رو خدا بگو بذارن برم. چه بلایی سر اومده؟ کجا بودی؟ تو خیابون بودم، یهو سرم گیج رفت. پاشو با هم بریم دکتر. نه نه من باید برم دکتر، خودم پرونده رو میدونه. سه سال آزگاره که رفته پیشش، آخرش که چی؟ تو خیابون تلو تلو بخوری، حیثیت آبرومار بردی. نه من باید الان سر کارم تو ادارم باشم. خیلی خوب همینجا بشین، یه چای واسط میارم، حالت یه خوب شد خودم میرسیم. آزاده، دنبال فرکار عزتیه. میدون میدون نبود. آقا
ببخشید میدون میره؟ بله میدون آقا از این بلند میشی؟ نه دیدم اون مرکه تره ترافیکه میدون نبود دیگه رفتیم ها میدون میریم تو مسیر پر میکنیم خدا کریمه نفس عمیق بکش بالا رو نگاه کن خوابم خیلی بده بالا؟ اصلا نمیفهمم تو خوابم یا بیداری گیجه گیجه نمیدونم چی به سرم اومده باش الفت جان چیزی نیست تو فقط خیلی خسته ای احتیاج به استراحت کامل داری اونم نه یه روز دو روز حداقل یه ماه اونم نه اینجا یه جایی مثل سوئیس کنار دریاچه لومان صبح تا غروب لم بدی و فکر هیچی رو نکنی پس این همه تورایی مسافرتی برای چیه؟ میخوایی یه استراحتی برای دانیسم؟ چقدر خرجش میشه آقای دکتر؟ نه آقا بره حدود 30,000 دلار 30,000 ابدا نره مهم نیست بنویس آقای دکتر بنویس بنویسین آقای دکتر حالت خوبه؟ ببینم گاف صندوق بانکو زدی یا داری منو مسخره میکنی ها؟ بگی دفتر چرا مرخصی هم نخواستم داشتین؟ بله، می‌خواستم راجع به این تورا بپرسم. تور کجا؟ خارج. خارج؟ بله بله، خارج یعنی سوئیس. برای خودتون؟ بله بله، یعنی بله برای خودم و زنم و یعنی خانومم و بچه‌هامون و خودم. می‌دونین که قیمت‌ها فقط به دلار. آها بله بله، دلار. بله. پس سوالتون چیه؟ خب میخوام بدونم یعنی چه جوریه هزینه هتل درجه یک در بهترین نقطه شهر با صبحانه به عهده ماست بقیه مخارج با خودتونه در تورهای یک ماهه سه اکسکورژن یعنی مسافرت‌های کوتاه مدت در نظر گرفته شده که هزینه‌اش تماما به عهده ماست اگه بخوایم بیشتر بمونیم چی تورهای دو ماهه بیشتر برای همه عمر شما مطمئنین برای تور اومدین؟ آخه این سوالای شما بیشتر مربوط به اداره مهاجرته. بود ولی اگه نه اینجوری این کار به سرش زده
صبح یه دقیقه ازش قافل شدم. قیبی سر چی بگم؟ چه بلای سر این بدبخت مادر مرده در آوردی تو؟ دلال هست باید هم بپرسیم. من که کار خلافی نمی کنم. اصلا بذارین خودم براتون اصلی تا پیاز هوا ماجرا رو تعریف کنم. قضیه از این قراره که ما یه روز سوار تاکسی شدیم و پیاده اومدیم. این حرفا بود که چک بی محل بکشه. من اومدم درستش بکنم، خراب ترش کردم. کلام پاشو کرده توی یه کفش که 10,000 تومانم کرایه بدین نمیخوام. باید بریم. من میرم بالا از درشتر میرم، شاید از خط شیطون بیاد پایین. چی کار کنم؟ من چی میشه؟ آقا منم از اونجایی که اصلا نمیتونم هیچ آدمی رو غمگین و افسرده ببینم دل دیگه. داداش پشت سر من بیا. این همون همکارت داوره نیست که قرار بود بریم تئاتر؟ اومد سر سر نشد. من چیزی نفهمیدم، من چیزی نگفتم، حرف تو دهن من نزد. قرار بود چند تا کار بیاریم واسه بود. درآمد خیلی کافی آدم رو بسرد. باشه باشه. من دلم برای بشریت نمیسیزه، نمیتونم دردمندیش رو ببینم. برم به کریم آقا یه سری بزنم تو نخوابیده. هر وقت خطرناک شد اون دو زبونیش میکنی. آه چطوری؟ خب بستگی داره. اگر دست مشکوک نزدیک یقم بود خب کاری نداره، سبزه ها رو پرت میکنم تو پیاده رو طرف موتور سواری که از سر صبح پای موتور روشن وایستاده و منتظره داره ظاهرا مجله ورزشی بخونه. اما اگر خب وقت بیشتری داشته باشم میبرم میذارم زیر میز شطرنج عبدالباقی و کامبیز که چیکار دارن میکنن، دارن شطرنج بازی میکنن توی این پاساژ بغل، همیشه از صبح فکر میکنن. اما نه، اگر دیدم خطر خیلی داره ناچون میشه و دراز مدته، خب به یه طریق دیگه ای عمل میکنم. مثلا عرض میکنم باشه. امروز زنگ بزنی برات مرخصی رد کنن، دیشب تا صبح نخوابیدی. باید برم.
چی شده؟ چی شده؟ چی شده کریم آقا؟ خروس نازنین قشنگم. چی شده؟ خروسم. چی شده؟ حالا دیگه کارتون به جای رسته که صحنه سرقت درست میکنی. سرقت؟ از اون ور چک پاره میکنی، از این ور در باز میذاری که من فکر کنم خروس خودش رفت. حرفو چیه کریم آقا؟ بابا چی میخواین از جونم؟ شرتونو بکنی راتونو بچین برید. چشم میریم. شما داده بیداد میری به همین راحتی. فکر کردی شر هرته؟ تا اون یشی آخرش باید حساب کنی. باشه چش باشه، من امروز حتما یه کاری می کنم. من از همین الان تا وقتی حساباتو رو تصویر نکردی نه در این خونه نرفتیم چش اینجا نشستم و داد میزنم. آی هوا نگاه کن، اصلا خونه رو میخرم. میخری تو؟ تو جلوش موندی میخری؟ میبینی بیبینی ما تعریف کنی. خروز نازنین قشنگم، خروزم کی برده از اینجا؟ تو رو کی از اینجا دزدید و برد؟ در قفص حسن کی وا کرد؟ جون بکنم فهد، جون بکنم. میخوای اینو ببری؟ نه نه، خیالت راحت باشه. امروز دیگه تکلیف روشن میکنم. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ چرا اداره نیومدی؟ گرفتار بودم. من باید کار دارم. بیا بریم. حضرت جلال جلاله، بزرگ بزرگان، شاه شاهان، خلیفه هارون الرشید وارد دربار می‌شود. چرا اینجوری میکنی؟ روپای شاهنشاه میرشینی؟ برو بابا، اینا چی هم؟ روشو ده، چرا اینجوری حرف میزنی؟ این چیه مگه؟ این مرده شهریار است. اه انگورای شهریار مانه تو بوده خراب شده. این رفیقم که میگم آدم بی دست و پاییه. دلارا مال مادر بزرگشه که هفته پیش سکته کرد. این پیرزنه بیچاره دلارا رو چپونده بود تو آثار بالشش که کسی نفهمه. حالا پسرم درسته سر صداش در بیاد، صد تا ورثه پیدا شه. خب حالا میخواد چیکار کنه؟ خب منم برای همین اومدم پیش تو دیگه. خب جون بسی بیتاره عروس بزرگ میکنه، الان خلیفه صداد میکنه بابا. خب حالا چی میگی؟ چی میگم؟ همین دیگه، دلارا رو چجوری آبش کنن؟ آخ الفا جو، من از کجا میدونم؟ من دیشب خودم دیدم تو تلویزیون داشتی نشون میدادی. ای بابا، من یه روز میشم دلار فروش، یه روز خالد برمکی، فردا خدا میدونم کارخونه دار یا آبازی، دوز یا پاسبان. تو هر نقشی هم یه چیزی میگم. الان ازم بپرسی دیشب چی میگفتی یادم نیست. خوبه امروز جا خوش کردی یا پاشا دیگه، یالا زود باش، تو هم کشتی مارو. من باید برم، کارم یه نیم ساعتی طول میکشه. اگه دلت میخواد میتونی بیای تو سالون بشین نمایشه نگاه کنیم. ما نه مزاحم نمیشم، منم باید برم. برو خالد را به رنز من بیاور، به روی دوتا چشم من چایی تو بخور سرد میشه. بابا تو امشب چته؟ عاشقی؟ منگی؟ این چه وضع بازی کردن آقا عزیز من؟ یه جوری حرف میزنی انگاهی که پشت کو اومدم. نخیر آقا، نمیدونی بدون 15 ساله کارم اینه. خیلی باید ببخشین جناب مارلون براندو. ببینم بهت برخورد ها؟ خیال کردی من دست هر کسی دیگری بگیرم بیارم اینجوری بزک دوزکش کنم؟ خیلی بهتر از که باشه. راست بگی؟ راه بازم و جاده دراز. بچه میترسونی؟
هر جا برم رو دست میبرن همه بشریت سلام. این ریشتراش رو واسه تعمیر آوردم. باش. یه اتو هم قبلا آورده بودم. چه مدلی بود؟ اون دست سیاه هست، قدیمیه. خودت این آورده بودی؟ نه، داداش کوچیکم آورده. گشتیم دور و بر رو بزنیم، آماده است. پس من تا نیم ساعت دیگه برمیگردم خدمتتون. قربان شما. چهار سال میدیم آقا. پنج سال میدیم. چی کنم؟ اوکیه. پنج سال میدیم.
دوزیدن آروم باش تو رو خدا یه کاری بکن، چرا نمیری دنبالش؟ تو رو خدا یه کاری بکن، بی انصاف $50,000 دود شد رفت هوا. باشه میرم آقا مرتضی، خودم نوکرتم. اصلا با هم بریم، بذار یه خورده حالت خوب بشه. میشه من حالم خوب شه؟ آره. مگه من چمه آب زیر کار؟ خیال کردی نمیدونم چجوری با چاچول بازی سهم خواهرتو از اون خونه خرابه بالا کشیدی مرمولک؟ مرتضی تو حالت خوش نیست؟ تو هم یه حرفو میزنی؟ آخه چرا من حالم خوش نیست؟ چون رو کپوس کنده حرفامو میزنم اینه میگی؟ نه، ناراحت نشو، نداره، باشه. من ازش عذر میخوام، خیلی معذرت میخوام آقا رضی، منو ببخش، نوکرتم آقا رضی، کوچکتم آقا رضی، بذار ببوسم آقا رضی قربونت برم آقا رضی. دروغه، به خدا دروغه، بابا من این کارا نیستم، واسه این سرم بی کلا مونده که این کارا نبودم.
ده ساله چه شده گذاشتی روی من جهلوزی و چه میدونم گلسازی حرف نمیزده خیال میکردی بیغیرتم زرزر من دلم خون بود تقصیر خودمه که عرضه نداشتم برم دلالی و دوزی بکنم فقط تونستم برم باتری از تعاونی بخرم ببرم پشت شهر دریاب کنم شما که شاهدی شما که دیدین چرا اینجوری نگام میکنی؟ ها؟ نکنه تو هم مثل این دکتره خیال میکنی اینا توهمه ها؟ نه توهم نیست به خدا توهم دیروز اومده بود عیادتم دکتره رو میگم داوری داشت به دستیارش میگفت این بیماری جالبیه مریض فکر میکنه که در گذشته دور یا نزدیک صاحب گنجی بوده و حالا اون رو از دست داده این مربوط به تمایلات ارضاء نشده و تغییرهای دوران کودکیست دست بردار آقای سکتور کدوم آدم سالمی تمایلاتش ارضاء شده شمال من بدبخت نشده آقا رو باش من که داشتم یه جوری با بدبختیام سر میکردم یهو 50,000 دلار پول بی زبون افتاد تو کیسم اونم تو بپوه گرونی دلار که میتونه زندگی به روزی رو رو کنه بچه هام که تام آرزوی همه چی بودن جون بکنی اون چلی دلالا به من میگن اون چلی بله من اون چلیم اون چولیم اما دیگه نمیخوام اون چولی باشم شماها چی؟ شماها که باور نمیکنی نمیخوام باشم نه دیگه نمیخوام باشم بذارین پام از اینجا برسه بیرون دمار از روزگار در میارم اصلا تمام عمر نقاب میزنم مثل شما آقای باقری مگر نقاب نمیزدی با پیکانت مسافر کشی میکردی یا تو داوری مگه دائم نقص بازی نمیکردی اما عجب آب و هوایی داره اینجا نون نکش آب لوله کش برنده مادام العمر آقای مرتضی الفت باورتون نمیشه؟ خدا شاهد 50,000 تا بود 50,000 تا بود خدا شاهد 50,000 تا بود شماها که دیدین سبز شیطونای سبز پریدن پرواز کردن رفتن تو آسمون چرا همچی میکنین؟ مگه دوز گرفتین؟ من فقط گناهم اینه که سالمم خیلی خوب بابا جان میرم بذار خداحافظی کنم بیرون میبینم اتون